به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک جی ام خالد، مارشال بعدی استر جنرال مراد، دل کسی که تنبان خود می کشد و یا نیکر خود، عدالت اجتماعی و حضور اقوام در نظام آرزوی من است. این در حال است مرد در اعتراض به مارشالی دوستم خودش را برهنه کرد. یک شهروند افغان بر رسم اعتراض تمام لباسهای خود را به رهبران ثبات و همگرایی تقسیم کرد. به گزارش سپوتنیک این مرد در مخالفت به ایتای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم تمام لباسهای خود را به رهبران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تقسیم کرد. عبدالرشید دوستم سیومین کسی است که در تاریخ کشور به رتبه مارشالی رسید. نخستین بار این رتبه به شاه ولی خان کاکای محمد ظاهر آخرین شاه کشور داده شد. او در بدل گرفتن کنترل کابل از نیروهای تحت فرماندهی حبیب‌الله کلکانی به این رتبه نظامی رسید. پس از آن رتبه مارشالی در زمان حکومت حامد کرزی به محمد قاسم فهیم از فرماندهان جمعیت اسلامی داده شد. اعطای رتبه مارشالی با آقای دوستم بخش از توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود. آقای دوستم در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از عبدالله عبدالله حمایت کرد و همچنان عبدالله عبدالله از فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که آمار بالای تلفات جنگ گویای فاجعه انسانی و بشری در این کشور است. با گزارش سپوتنیک، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ضمن ابراز نگرانی از آمار بالای تلفات جنگ در این کشور اظهار داشت که آمار بالای تلفات جنگ گویای فاجعه انسانی و بشری در این کشور است. عبدالله با تأکید بر این که متاسفانه غیر نظامیان قربانیان اصلی تشدید جنگ و خشونت در افغانستان هستند، از طرفهای درگیر جنگ خواست به جان مردم احترام بگذارند و از خونریزی و کشتار جلوگیری کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت طرفهای درگیر باید بدانند که افزایش خشونت و کشتار هیچ کمک به جایگاه آنها در میز مذاکرات صلح نخواهد کرد. اظهارات عبدالله در حالی است که مردم دولت مداران، شخصیت‌های سیاسی مذهبی افغانستان و همچنین بسیاری از کشورها از ادامه و گسترش جنگ، کشتار مردم و تعویق مذاکرات صلح میان افغانها ابراز نگرانی کردند. به نقل از تولو نیوز، انتقادها از ادامه اختلاف رهبران حکومت بر سر تقسیم قدرت. در حدود دو ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله می گذرد، اما تا اکنون کابینه حکومت معرفی نشده است. پس از در حدود ده ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شمار از سیاستگران و حقوقدانان می گویند که تا اکنون رهبران حکومت موفق نشدند که بر سر تقسیم قدرت توافق کنند. انتخابات ریاست جمهوری در شش میزان سال گذشته برگزار شد و پس از پنج ماه کشمکش سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه این انتخابات را اعلام کرد. اما اختلاف ها همچنان پا بر جا بودند. اما با امضای توافق سیاسی میان غنی و عبدالله عبدالله در 28 ماه ثور انتظار می رفت این اختلاف ها پایان یافته باشد، اما ظاهراً به نظر می رسد که اختلاف ها کماکان وجود دارند. اختلاف هایی که حقوقدانان از ادامه آن هشدار می دهند. روح الله سخی‌زاده یکی از این حقوقدانان باور دارد که ادامه این اختلاف ها می تواند دستاوردهای دو دهه کشور را صدمه بزند. اگر در چنین یک شرایط اعضای کابینه معرفی نشود و یک حالت سردرگمی وجود داشته باشد، می تواند که یک ضربه بزرگ بر پیکر دستاورد دو دهه وارد بکند. شمار از شهروندان کشور می گویند که ادامه اختلاف ها و نیز شیوع ویروس کرونا میزان فقر در کشور را افزایش داده است. فقری که چند روز پیش رئیس جمهور گفت به 90% افزایش یافته است.
احمد وزیر که در کنار یکی از جاده های پایتخت سبزی فروشی می کند، از رهبران حکومت می خواهد که اختلاف هایشان را پایان دهند و برای مردم کاری بکنند. هیچ قاضی اینها را جور آوردن نمی تواند تا که خودشان در بین خود جور نیایند. دلسوزی بالای مردم نداشته باشند، بالای یتیم ها کسی رحم نمی کند. موسی باشنده کابل نیز بیان داشت اینها رهبران حکومت در عیش نوش خود هستند، در قصه مردم نیستند که مردم خوار و غریب و بیچاره چی می شود. پیش از این منابع در شورای عالی مصالحه گفتند که علت اختلاف ها میان غنی و عبدالله مشخص نشدن سهم ریاست شورای عالی مصالحه از سوی ارگ در معرفی والی ها، موین ها، اعضای انتصابی مجلس سنا و نهادهای مستقل حکومتی هستند. بر بنیاد گزارش ها دلیلی دیگر اختلاف ها رد نام های شمار از نامزد وزیران است که از سوی عبدالله بر رئیس جمهور فرستاده شدند. و همچنان موافقت امریکا با ایران به عنوان بخشی از توافق صلح در افغانستان. ایالات متحده موافقت خود را با ایران به عنوان بخشی از توافق صلح در افغانستان ابراز داشته است. با گزارش سپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان گفت که امریکا موافقت کرده است که با ایران در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. زلمه خلیلزاد در موسسه صلح ایالات متحده گفت برای دستیابی و حفظ صلح بسیار مهم است که منطقه به طور مثبت شامل این روند شود و ما حتی توافق کردیم که ملاقات ها مربوط به افغانستان را با ایران ترتیب دهیم. ما همچنین می خواهیم ایران حمایت خود را از این پیشنهاد ابراز کند. یادآوری میکنیم که در پایان ماه فوریه در مراسم در قطر میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان توافقنامه صلح پس از 18 سال جنگ امضا شد که در آن از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مدت 14 ماه و آغاز گفتگوهای میان افغانها پس از پایان تبادله زندانیان ذکر شده است. تا اواسط ماه جولای ارتش امریکا به عنوان بخشی از این توافقنامه از 5 پایگاه در افغانستان خارج می شود. به نقل از صدای امریکا، برگشت بیش از 400 هزار پناهجوی افغان در 6 ماه 2020. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که آغاز سال 2020 میلادی تا او کنون بیش از 400 هزار پناهجوی افغان به کشورشان برگشتند. محمد رضا باهر، معاون سخنگوی این وزارت، روز جمعه 24 جولای به صدای امریکا گفت که بیشتر این پناهجویان افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. آقای باهر افزود حدود 400 هزار نفر تنها از ایران به افغانستان برگشتند. این آمار برگشت کنندگان در یک ماه قبل از سال 1399 به گونه بی سابقه افزایش یافت. یعنی حدود 15,000 پناهجو در یک روز از ایران به افغانستان می آمد که دلیل آن گسترش کرونا ویروس در آن کشور بود. آقای باهر همچنان گفت که در حال حاضر 1,000 تا 1,500 پناهجوی افغان روزانه از مرزهای اسلام قلعه هرات و ولایت نیمروز وارد این کشور می شوند. با گفته وی شمار زیاد از این مهاجرین که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می کردند در ماه‌های اخیر به گونه اجباری برگشت داده شدند. بر اساس معلومات این وزارت 18,000 پناهجوی افغان در ماه‌های اخیر از پاکستان به کشورشان برگشتند. مسدود بودن مرزهای پاکستان و افغانستان یکی از عوامل کاهش در برگشت پناهجویان افغان به این کشور عنوان شده است. همچنان در 6 ماه نخست امسال حدود 1,000 پناهجوی افغان از ترکیه به افغانستان برگشتند که از این میان 200 تن آنان به گونه اجباری اخراج شدند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.